Hallo alle und herzlich willkommen bei uns in unserem Online-Deutschunterricht. Ich bin Soyan, eine Freundin von Ihnen und Ihre Lehrerin. Heute wollen wir etwas sehr wichtig lernen. Nebensätze mit das. Bleiben Sie bitte auf jeden Fall daran, um die Bedeutung von diesen Sätzen zu verstehen. سلام به همگی، خیلی خوش اومدین به یک جلسه دیگه از آموزش زبان آلمانی با من سوگن در بامبولنگوجز. امروز ما میخواییم با همه چیز خیلی مهم یاد بگیریم، جملاتی که با استفاده از کلمات ربطی میتونیم بسازیم و در واقع جمله‌ای که با کلمه ربطی که میسازیم یا همون دست به انگلیسی. پس حتما همراه ما باشید. اگر تا الان کانال ما رو تو یوتیوب سابسکرایب نکردین، لطفا همین الان حتما سابسکرایب بکنین، فراموش نکنید و مثل همیشه میدونین که ما با لایک و کامنتاتون کلی انرژی میگیریم. پس هم اگر ویدیوها رو دوست داشتین لایک بکنین، هم نظراتتون و انتقاداتتون و سوالاتتون و هر چیزی که بود برای ما تو کامنت ها بنویسین. میدونین که حتما میبینیم، چک میکنیم و جوابتون رو میدیم. دن لسن سنت فنگن. Wie gesagt habe, wollen wir heute über Nebensätze mehr sprechen. Und besonders Nebensätze mit das. Aber erst sollen wir verstehen, was das eigentlich bedeutet. همطور که گفتم، میخوایم امروز راجع به جملات نبنزت صحبت بکنیم، حالا با حالت داس یا که. اما اول از همه باید بفهمیم که اصلا چه معنی میدن. چون نبنزت نمیتونم بگم مثلا یک معادله دقیق توی فارسی داره، برای همین باید براتون توضیح بدم. با این جمله که این بالا نوشتم شروع کنیم. Du lernst Deutsch. Du lernst Deutsch. Das ist wichtig. Oder du lernst jeden Tag Deutsch. Das ist wichtig. تو آلمانی یاد میگیری یا تو هر روز آلمانی یاد میگیری. این موضوع مهمه. یا این مهمه. این das چیه؟ داسیه که داره به کل این جمله اشاره میکنه. میگه آلمانی یاد گرفتن هر روزه تو مهمه. حالا من میخوام بیام این جمله رو یه شکل دیگه بیان کنم. میخوام بیام بگم که این مهمه که تو آلمانی یاد میگیری هر روز، یا تو هر روز آلمانی یاد میگیری. این که رو میبینین، ما به این که توی فارسی به جمله‌ای که این که میسازه میگیم جمله ربطی. این جمله ربطی همون نبنزاتسه، جمله ربطی. پس جمله‌ای که من یک جمله اصلی دارم، یک اطلاعاتی رو راجع به جمله اصلی میخواد کامل بکنه، من میگم این مهمه. خب وا چی مهمه؟ همینجوری که یهو از هوا نمیتونم بگم این مهمه، یا باید مثل اینجا قبلش توضیحی داشته باشم، یا اگر همینجوری دارم میارم خب بگم این مهمه. چی مهمه؟ این مهمه که تو هر روز آلمانی یاد میگیری. این موضوع میشه یه جمله عادی، یک جمله اصلی، یک جمله ربطی. میخوام راجع به این جمله ربطی صحبت بکنیم. بگیم ما چجوری تو آلمانی بیاریم که تو هر روز آلمانی یاد میگیری. خب این جوریه جمله اصلیش. حالا این جمله یه سری قوانین خاص خودشو داره و که میخوایم اونا رو با هم دیگه یاد بگیریم و معنیش هم که براتون توضیح دادم. Es ist wichtig dass du jeden Tag Deutsch lernst. Es ist wichtig, dass du jeden Tag Deutsch lernst. این مهمه که تو هر روز آلمانی یاد میگیری. خب این بالا چی بود؟ میگفتیم du lernst، حالا jeden Tag رو اضافه کنیم. Du lernst jeden Tag Deutsch. Das ist wichtig. این مهمه. من اینجا فهمیدم چی مهمه. اینجام فهمیدم چی مهمه. ولی چجوری فهمیدم؟ با این جملم که اضافه شد. اگر این جمله اضافه نمی شد می گفتم es ist wichtig، این مهمه. خب از همین پرسیدین was ist wichtig، چی مهمه؟ دقیقا was ist wichtig. این پاسخ به سؤال was ist wichtig در واقع میشه کل نبنزاتس یا جمله ربطی من. پس was ist wichtig؟ حالا چی میخواد بگه؟ میگه diese fehlende information wird durch den Nebensatz ergänzt. میگه این اطلاعات ناقص، خب نمیدونم چی مهمه دیگه، این اطلاعات کم شده، این اطلاعات ناقص توسط جمله ربطیم یا نبنزاتسم تکمیل میشه.
پس همیشه نبنزت من میشه سوالی، یعنی در واقع جوابی برای سوالی راجب هاوبتزت یا جمله اصلی. دقیقا اینجا واسس فشتیش دستویرن تک دارچ لینست. حالا میبینین اگه دقت بکنین یک کم فرم هاوبتزت با نبنزت فرق میکنه. اول از همه اینجا تازه هاوبتزت برای ما معنی میشه، جمله اصلی. ما تا الان هرچی جمله دیدیم شده که من تا حالا اینجوری تو درس ها داشته باشم و بهتون گفته باشم، ولی راجبش نخونیم، راجب گرامرش نخونیم. هر جمله‌ای که دیدیم راجب گرامرش خوندیم، جمله‌ای بوده که به این شکل بوده، یعنی فعل در اون حتما در جایگاه دو بوده. به این میگیم هاوبتزتس و میتونیم با ها پونکت اس نشونش بدیم، هاوبتزتس. حالا نبنزتس همون جمله تکمیلیه میشه، همون جمله ربطیه میشه. نبنزت میگه جمله کناری، اون جمله اصلی، این جمله کناری با ان پونکت اس میتونیم نشونش بدیم. آوردن این دو تا کنار هم سه تا قانون داره. قانونا رو بگیم بعد بریم تفاوتاش هم ببینیم. اول از همه حتما و حتما و حتما بین یک جمله هاوبتزت، یعنی بین یک جمله اصلی و بین یک جمله ربطیش یک کاما وجود داره، کما، یه ویرگول وجود داره. کما steht hier immer ein Komma. Unsere erste Regel. Immer steht ein Komma zwischen Hauptsatz und Nebensatz. همیشه قرار داره یک ویرگول یا کما بین جمله اصلی و جمله ربطی من. این اولین قانون من. قانون دوم من چی میگه؟ میگه نبنزتس فنگت اما میت کنیوکسیون ان. خب داشتیم معنی میکردیم چی گفتیم؟ داشتیم میگفتیم که این موضوع مهمه، یا این مهمه که تو آلمانی یاد میگیری هر روز، یا تو هر روز آلمانی یاد میگیری. با چی تونستم جمله اول و جمله دوم بچسبونم؟ با حرف ربط یا کنیوکسیون، همون کانجانکشن انگلیسی. کنیوکسیون حرف ربط. پس حتما نبنزتس من اصلا از چی تعریف میشه؟ از اینکه من یه حرف ربط داشته باشم که جمله‌مو بتونم به جمله قبلی ربط بدم دیگه. وگرنه یه بعد اوند بذارم، یه بعد اودا بذارم، یه چیز دیگه بذارم، یه جمله هاوبتزت دوباره داشته باشم. پس اگر جمله‌م ربطیه باید حرف ربط داشته باشم. پس قطعاً و قطعاً و قطعاً نبنزتس یا جمله ربطی من با حرف ربط شروع میشه. مثل اینجا که حرف ربطم چیه؟ داس. مید دوپل اسا. اینو با داس با یه اس اشتباه نگیرید. داس مید دوپل اس. قانون سوم. ورب شتیت این نبنزتسن ام اند. ورب شتیت این نبنزتسن ام اند. احتمالا تا الان این موضوع توجهتون رو جلب کرده که من اینجا میگم اس. است ویشتیش. ولی اینجا میگم دست ویدن تک دویچ لرنست. یعنی همیشه تو تمام این جلسات من میگفتم همیشه و همیشه فعل جایگاه دو، فعل جایگاه دو. اینجا فعل رفت آخر جمله قرار گرفت. این استثناییه که ما تو جملات ربطی داریم، یعنی تمامی نبنزتس ها فعل درونشون در آخر جمله قرار میگیره. داریم جملات دیگه ای هم که فعل توشون آخر قرار بگیره، ولی فعلا روشون نمیخوایم صحبت بکنیم. نبنزتس داریم صحبت میکنیم و فعل در نبنزتس در آخر جمله قرار میگیره. پس یه بار جمله‌مون رو ببینیم، یه تحلیل کوچولویی بکنیم. اس است ویشتیش هاوبتزتسمون بود. است به عنوان فعل در هاوبتزت یا در جمله اصلی در جایگاه دو بود. ورب شتت اوف پوزیشن 2. اینجا دوباره سوال پرسیدم، دوباره ورب شتت اوف پوزیشن 2. می‌بینید واس است ویشتیش. خب جواب سوال چه چیز مهم است قسمت دوم جمله. واس است ویشتیش. این جوابش. قطعاً بین هاوبتزت و نبنزتس یک کما میاد. من با یه حرف ربط شروع میکنم که اینجا داسه به معنای که یا همون ذات انگلیسی. Das du jeden Tag Deutsch lernst. پس در نبنزتس هم دیدیم که فعل در آخر جمله قرار میگیره و حتماً صرف میشه. چون حالتی داریم که فعل آخر جمله قرار بگیره صرف نشه، الان از همینجا تاکید میکنم که فرق اینو از همین الان تو ذهنتون مشخص باشه. حتما فعل صرف میشه. Verb steht am Ende konjugiert. صرف شده. با من همراه باشیم بریم مثالای مختلف و فرمای مختلفش رو با هم دیگه ببینیم.
خب من برگشتم با ادامه این فرم های داس زتسه، یعنی جملاتی که با داس میاد. خب اول از همه ما یه فرم عادی از فعل رو دیدیم که همون اس است ویختیش دستو دویچ دستو یدن تک دویچ لینست. فعل عادی بود، همینجوری اومد آخر. هم بریم مدل های مختلف فعل رو ببینیم. مثلا پرفکت فرم، اگر فعلمون پرفکت بشه چی میشه؟ برای پرفکت ما میدونیم که یک پارتیسیپ 2 داریم با یک هیلفس ورب که یا هابن یا زاین. اینو میدونیم. خب همین جوریش که اون هیلفس وربمون میمونه تو پوزیشن 2 یا جایگاه دوم قرار میگرفت و پارتیسیپ 2مون میرفت ته جمله. حالا ما پارتیسیپ 2مون الان ته جمله هست آلردی. باید فعل جایگاه دوممون هم بره ته جمله. چه اتفاقی میفته؟ اول پارتیسیپ 2 هست، بعد اون فعل هیلفس وربمون که حالا هابن یا زاینه میره بعدش، ولی به حالت صرف شده. نگاه کنید اینجا رو. Es ist schon, dass du die Prüfung bestanden hast. Es ist schon, dass du die Prüfung bestanden hast. معنیش رو اول ببینیم. این خیلی خوبه. مثلا es ist schon یعنی خیلی قشنگه که تو امتحان رو قبول شدی. مثلا خدا رو شکر که امتحان قبول شدی. خیلی قشنگه تو امتحان قبول شدی. Es ist schon که Hauptsatz. اول از همه چجوری بیام وارد Nebensatz بشم؟ Was ist schon؟ چه چیزی قشنگه؟ پس قسمت Nebensatz هم قشنگ. Komma, das Verbament. Das و die Prüfung bestanden. هست اینجا، بود از قبل آخر این جمله. این هابنه از اینجا دو هستی پروفونگ بشتندن به خاطر وجود دست اومد رفت آخر. شد دست دو دی پروفونگ بشتندن هست. دست از پارتیسیب 2 و دست از او هلفز ورب ابا کنیوگیت. هلفز ورب ام انده کنیوگیت. پرفکت فا. وی هابن او تن باقه ورب. پس اول از همینجا دیدم به فارسی هم بگم چی شد؟ پارتیسیپ 2 اول قرار گرفت، بعد فعل کمکی ما که هابن یا زاینه، بعدش قرار گرفت به حالت صرف شده. تن باقه وربن. Sie wissen schon was تن باقه وربن was تن باقه وربن sind. Ich finde es gut dass du um 6 Uhr aufstehst. Das ist aufstehen. Was sage ich in normalen Fällen? Ich stehe um 6 Uhr auf. Wenn ich ein das habe, dass du um 6 Uhr aufstehst. خب چی شد؟ برای فعل‌های جدا شدنی چه اتفاقی میفته؟ اولا که میگم من این رو خیلی خوب میابم، یعنی به نظر من خیلی خوبه که تو ساعت 6 صبح از خواب پا میشی، از جات پا میشی. چی میشه؟ شتهن در واقع خودش پوزیشن 2 بوده. من حالت عادی میگم که ایش شتهه ام 6 او اوف. شتهن میمونه. فارزیل به فعل که میره آخر. شتهن میمونه. حالا من اینجا میام کل فعلو، یعنی اول قسمت جدا شدنیشو، قسمت اولیشو، بعد قسمت اصلیشو میام به هم میچسبونم و قسمت اصلی رو صرف میکنم. میگم dass du um 6 Uhr aufstehst. میبینین auf که هیچی، auf اینجا بود. شتهن میاد از پوزیشن 2 اینجا به این اضافه میشه و در حالت کنیوگیر، در حالت صرف شده. مثل هست که میومد از اینجا به این اضافه میشد. شتهنم اینجا بوده، دو شتیت بوده، میاد به اینجا اضافه میشه. تن باقس ورب شتیت ام اند کنیوگیت. ولی حالا چیزی که شما میبینین چیه؟ اینکه آف شتهن همینجوری با هم اومده و صرف شده. ولی ببینین دیگه اون شتهن از پوزیشن 2 اومده. مودال وربن. Ich bin mir sicher, dass du besser schreiben kannst. Ich bin mir sicher, dass du besser schreiben kannst. من مطمئنم. Ich bin mir sicher, یعنی من در خودم مطمئنم. من مطمئنم که تو بهتر از این میتونی بنویسی. تو بهتر میتونی بنویسی. خب. Schreiben können فعلمونه. Modal verb. Modal verb کجا میاد؟ Position 2. Infinitive فعلمون میره آخر جمله. پس الان که من یه داس اضافه کردم اینفینیتیو کجاست؟ همجوری آخر جمله هست. دیگه با اون کار ندارم. مودال ورب که پوزیشن 2 بوده چی میشه؟ این باید بره آخر جمله. چی داره تطابق فعل و فاعل منو اینجا نشون میده؟
مودال وربم که صرف شده پوزیشن تای بوده. پس آخر جمله خودش میره با همون حالت صرف شدهش میره، تغییری نمیکنه. Ich bin mir sicher, dass du besser schreiben kannst. پس معنیش چی میشه؟ من مطمئنم که تو بهتر میتونی بنویسی. این حالت مودال وربم گفتم بهتون صرف شده میاد آخر. Schreiben شد infinitive formش. Kannst همون از پوزیشن 2 اومد. پس مودال ورب کنیوگیت. با من همراه باشین، میخواییم مثالهای جملات داست رو با هم ببینیم. خب من برگشتم با جملات مثالی برای داست. اول از همه دوباره براتون یه فرم نوشتم داست رو بسازیم، بعد دوباره بریم مدلهای مختلفش رو بخونیم. و میدونین چی هم خیلی مهمه؟ به این خیلی توجه بکنین. به این هاوپتزاتسایی که دارین میبینین یه جملات اصلی، باید کم کم از اینجا به بعد حالا با تکرار دستتون بیاد که چه جمله‌ای بگین داست لازم داره بعدش. چون هر جمله‌ای بگین، هر چیزی که بیان بکنین که بعدش نمیگین که، تو فارسی هم چی بگیم که داست بیاد. Ich habe gelesen Bananen sind gesund. من خوندم، من این موضوع رو، من یه چیزی خوندم، موزها سالم هستن. Ich habe gelesen, dass Bananen gesund sind. Ich habe gelesen, dass Bananen gesund sind. من خوندم که موزها سالم هستند. میتونیم اینو برعکسم بیاریم. یعنی به هر حال این ترکیب اگر ما حفظ بکنیم، میتونیم Nebensatz رو اول بیاریم، بعد Hauptsatz بیاریم. مثل das Bananen، یعنی das Bananen gesund sind، این که موزها سالم هستند رو من خوندم. Habe ich gelesen. حالا اینجا داشتیم ich habe gelesen، اینجا بگیم habe ich gelesen. چرا؟ چون به هر حال جمله Hauptsatz فعل باید در جایگاه دوم قرار بگیره. اینجا کل این، کل Nebensätze من به خاطر وجود کما میره در پوزیسیون یک یا جایگاه یک قرار میگیره. یعنی کل این جمله داره یک جایگاه از جمله اصلی منو اشغال میکنه. میگم این که موزها سالم هستند را من خوندم. این که موزها سالم هستند شد یک جایگاه اگر بخوام با جایگاه جملات اصل، جمله اصلی مقایسه بکنم. Habe ich gelesen. این شد پوزیسیون 1. پس اینجا میشه habe پوزیسیون 2. Habe ich gelesen. میدونین مثلا چی میمونه؟ مثلا اینکه ما یه سری حروف اضافه داشتیم، میگفتیم مثلا چندان نخ، فور، زیت فلان، بعد بهتون میگفتم که حروف حرف اضافه یعنی پرپوزیسیونه با اجکتیوش، با اسمی که باهاش میاد، همه اینا هر چند تا کلمه که باشن باز میشن پوزیسیون 1 همشون، چون در یک جایگاه جمله دارن قرار میگیرن. دقیقا قضیه این موضوعه. Das Bananen gesund sind habe ich gelesen. حالا این فرم که هاوپتزاتس اول بیاریم بعد Nebensatz کلا خیلی متداول تره. Ich finde es schon, dass morgen die Sonne scheint. Ich finde es schon, dass morgen die Sonne scheint. من این موضوع رو خیلی خوب میابم. به نظر من خیلی خوبه. خوب میابم و بهتون میگم که با فینده قشنگ بتونین ارتباط برقرار بکنین. به نظر من خیلی خوبه که فردا آفتاب میتابه. Das morgen die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Es ist wichtig, dass du dich gut ernährst. Es ist wichtig, dass du dich gut ernährst. حالا چرا دودیش رو بعداً میخونیم با هم؟ صرفا به جمله توجه بکنین. این مهمه که تو تغذیه خوبی داشته باشی، که تو خوب غذا بخوری. معنیش این میشه. Ich denke, dass Deutsch einfach ist. Ich denke, dass Deutsch einfach ist. Was denken Sie? Wie ist Deutsch? Schreiben Sie mir in den Kommentaren. خب من گفتم که من فکر میکنم که آلمانی آسونه. شما چه فکر میکنین؟ برای من دقیقا تو همین فرم در کامنت ها به عنوان تکلیفتون بنویسین. Ich habe gehört, dass wir am Montag frei haben. Ich habe gehört, dass wir am Montag frei haben. من شنیدم که ما روز دوشنبه آزادیم، آزاد داریم، خالیم، منظور اینه که نباید کار کنیم. Ich habe gehört, dass wir am Montag frei haben. با من همراه باشین یه سری مثال دیگه هم ببینیم.
خب من برگشتم با بقیه این مثالا. ببینین این جمله ها رو که با هم دیگه ببینیم، دوباره دارم میگم توجه بکنین به اولش، قسمت هاوبتزاتسش. اینجا مثلا ما یه سوال داریم، یعنی میگیم که stimmt es، das ist eine ja nein frage. سوال من دارم تو قسمت هاوبتزاتس بیان میکنم و میشه کلش سوال. اگر که بخوام بگم که آیا فلان چیز این اتفاق براش میفته، من میخوام بدونم آیا امروز وقت خالی دارین یا نه. که آیا امروز وقت خالی دارین یا نه، سوالش میشه تو قسمت نبنزت. اون یه چیز کاملا متفاوت میشه، بعدا با هم یادش میگیریم. الان داریم صرفا راجع به این میبینیم که سوال اگه تو هاوبتزاتس باشه چی میشه و نبنزتمون همون دست باشه. Stimmt es, dass Lisa eine Wohnung gefunden hat? Stimmt es, dass Lisa eine Wohnung gefunden hat? Stimmt es, یعنی درسته این موضوع؟ مثلا صحیحه؟ درسته که لیزا یه خونه جدید پیدا کرده، یا یه خونه پیدا کرده، یه واحد پیدا کرده؟ Stimmt es, dass Lisa eine Wohnung gefunden hat? Frage. Oder stimmt es, dass deutsches Bier gut schmeckt? Stimmt es, dass deutsches Bier gut schmeckt? درسته که آبجوی آلمانی خیلی مزه خوبی میده یا مزه خوبی میده؟ Das ist auch eine Frage. Ich weiß, dass Tom finanzielle Probleme hat. Ich weiß, dass Tom finanzielle Probleme hat. من میدونم که تام مشکلات مالی داره. Finanzielle Probleme. مشکلات مالی داره. Ich bezweifle, dass das funktioniert. Ich bezweifle, dass das funktioniert. من شک دارم که این حالا بخواد کار کنه یا این کار کنه. Ich bezweifle, یعنی من شک دارم که حالا این چرا das اومده؟ این دست دوم داره به یه چیزی اشاره میکنه. مثلا میگم دست هندی، بعد اینجا میخوام به همون بهش اشاره کنم. میگم من شک دارم که این موبایل کار کنه، یا من شک دارم موبایل رو دیگه نمیارم که این کار کنه. حالا اینا رو با هم بعدا دوباره یاد میگیریم که چه فرقی بین این دست و این دست هستش که این بخواد کار بکنه. Danke, dass Sie angerufen haben. Danke, dass Sie angerufen haben. ممنونم از اینکه شما تماس گرفتین، یا از اینکه تماس گرفتین. دانکه دوباره خودش اینجا به عنوان یه تیکه هاوبتزاتس میاد، یعنی بعد دانکه میتونم ممنونم، من ممنون هستم دیگه، ایش دانکه. من ممنونم یا ممنونم که، پس دوباره نبنزاتس رو میتونیم بیاریم. یا اصلا به جای اینکه بیایم تو حالت نبنزاتس بگیم، میتونیم بگیم دانکه فور ایرن آنروف، مرسی از تماستون. Danke für Ihren Anruf. نکته اینه که این به حالت اسم اومده، یعنی این نومیناله به حالت اسمی میبینین، چون این فعلی شما نمیبینین، نمیبینین که جملمون با فعل اومده باشه. ولی اینجا چی شده؟ اینجا کامل فعل داریم. Angerufen habe. Er wollte, dass ich mitkomme. Er wollte, dass ich mitkomme. اون میخواست که من هم بیام، یا من همراه بیام، یعنی به همراهی بیام. دیگه mitkomme میدونین یعنی چی؟ Er wollte, dass ich mitkomme. Trennbares Verb. Er hat mir gesagt, dass er seine Meinung geändert hat. Er hat mir gesagt, dass er seine Meinung geändert hat. Un be man guft ke. اینجا میگیم اون به من گفت چی گفت. Was hat er mir gesagt? Was hat er mir gesagt? اینو به من گفته. بعد ببینین زاگن اتفاس زاگن. حالا اینو بعدن با هم دیگه دوباره کار میکنیم و یاد میگیریم، ولی الان برای کسایی که میدونن میخوام یه اشاره ریزی بکنم. کل این جمله اینجا در جایگاه آکوزاتیو قرار گرفته. واس هات ار میر گزاگت. اون به من گفت که اون نظر یا فکرش رو تغییر داده. Und das war unsere heutige Sitzung. Heute haben wir zusammen, wie wir eigentlich Nebensätze mit das bilden können. Ich hoffe, dass Sie alle diese Sitzung wirklich gut und sinnvoll finden. Das war eine sehr, sehr, sehr wichtige Sitzung, weil Sie allen diesen Formen, besonders Nebensätze mit das, bei mir Deutsch sprechen benutzen und viel, viel brauchen. این بود از جلسه امروز ما. ما امروز اومدیم با هم یاد گرفتیم که چطوری جمله رفتی با که، در واقع نبنزاتس با دست بسازیم.
امیدوارم که این جلسه برای همتون خوب و مفید بوده باشه. این جلسه کلا خیلی مهم بود چون که ما از این موضوع و از نبنزاس هم در آینده خیلی استفاده میکنیم و خیلی چیز بیشتری ازش یاد میگیریم. همین که در زبان آلمانی در صحبت کردن و نوشتن خیلی خیلی کاربرد داره. خیلی بهش نیاز داریم. برای همین لطفاً حتماً اگر که جلسه براتون مفید بود، خوب بود و دوست داشتین لایک بکنین و بقیه دوستانتون هم به اشتراک بذارین. میدونی که مثل همیشه ما پذیرای تمامی سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. پس برای ما توی کامنت ها حتما بنویسیم و ما در اسرع وقت نگاه میکنیم، چک میکنیم و جوابتون رو میدیم. خیلی ممنون که تا اینجای کار همراه ما بودین. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis später!